دورودی دیگر بر همراهان همیشگی کانال کیوسک در دقایق پیش رو با تحلیل و خبری مهم همراه من باشید عقب نشینی مفتزهانه خامنه ای فعلا امکان جنگ مستقیم نیست اما قبل از مشروع این اخبار از شما یاران کانال میخواییم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. عقب نشینی مفتزهانه خامنه ای فعلا امکان جنگ مستقیم نیست. بر اساس گزارش های منتشر شده از منابع محرمانه جمهوری اسلامی علی خامنه ای در آخرین جلسه شورای امنیت ملی در خیابان آذربایجان از سپاه و نیروهای مقاومت خواسته تا هیچ اقدامی که منجر به جنگ گسترده شود انجام ندهند بر اساس این تصمیم حزب الله در شرایط کنونی فقط باید به عملیات ایزایی دست بزند هر چند شب یک بار حملاتی با مقیاس کوچک در شمال اسرائیل انجام دهد تا اوضاع کنترل شود. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران نیست که در این جلسه حضور داشته امروز یک شنبه اول مهر ماه گفت که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در پی تحریک جنگ علیه ایران است و میخواهد با استفاده از واکنش حکومت ایران به قتل اسماعیل هنیه جنگ علیه این کشور به راه بیندازد محسن رضایی سپس گفت که به همین خاطر حکومت ایران چنین بهانه‌ای را برای بنیامین نتانیاهو که طالب جنگ است فراهم نخواهد ساخت ولی در کمین است و سر فرصت و با تدبیر و قدرت عمل خواهد کرد محسن رضایی بیان که توضیحی بدهد گفت که جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق به گونه پاسخ داد که جنگی شکل نگیرد او سپس افزود که اسرائیل برای وارد کردن ایران به جنگ هر کاری می کند و می خواهد سیاست حکیمانه رهبر جمهوری اسلامی را که پرهیز از جنگ با اسرائیل است بر هم بزند رضایی در ادامه گفت شرایط امروز شرایط مهمی است و ما خواهان جنگ و جنگ طلبی نیستیم رضایی در جای دیگری از سخنانش تلویحا اعتراف کرد که اسرائیل قصد دارد با بهره برداری از وضعیت وخیم اقتصادی ایران وجود تورم بالا با روش نظامی یا بهره برداری از نیروهای نفوذی مردم ایران را به تحرک وادارد یا به تعبیر او از ایستادگی باز دارد وی در ادامه همه جناها و گرایش حکومت اسلامی را به فرمانبری از رهبر حکومت مذهبی ایران علی خامنه ای حفظ وحدت در داخل یا وفاق فراخواند و گفت وفاق به معنای ولایت است همه ما باید در زیر چادر ولایت قرار بگیریم و جز پیش قراولان جهاد جدید در مقابل آمریکا و اسرائیل باشیم من فکر می این سکوت بیشتر از سر استیصاله بیشتر از سر این است که خامنه ای که تصمیم گیرنده اوست نمیدونه چی بگه دیدیم همین امروز صحبتم که کرد همون حرف های تکراری قدیم و زد دنیای اسلام متحد شن با اسرائیل قطع رابطه کن از این حرف هایی که گوش شنوایی هم براش نیست و بعدم این وحدت شیعه و سنی که خب سال هاست به صورت جوک در اومده و خیلی روشن دنیای اهل تسنن میگن اگر دنبال وحدتی خب اول دفعه به سنی های ایران اجازه بده مسجد داشته باشن زندگیشون رو بکنن و اینطور آزارشون ندی و مزاحمشون نباشیم بر صورت من فکر میکنم آقای مهدوی مشکل خامنه ای این است که شجاعت نداره یعنی الان رسیده کشور به جایی که مردم که سالها سکتیبشون معلوم کردن نقض نلبنان جانم فدای ایران رو سالها گفتن راضی نیستن یک قرون یک دلار از سفرهشون وردارن بدن به این لاتای آدم کشی که تو منطقه تجهیز کردن اصلاحی دستشون دادن تکلیف مردم معلومه ولی داخل حکومت هم این که میگم این سکوت علامت استیصاله مدت هاست که بخش های از خود همین سپاه دستگاه اطلاعاتی کشور و دستگاه های حتی ماجرا به داخل بیت خامنه ای رسیده به شدت ناراضی هست. یعنی اگر نبود این نارضایتی در دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور قاعدتا تواناییشون بود که مثلا پیجرا رو چک امنیتی بکنن کار بکنن ولی به شدت دیدیم در سالیان اخیر این نارضایتی و ریزش ها در درون حکومت به خصوص از سال 1401 به این طرف باعث شده که فعلا اسرائیل حالا حزب الله که هیچ داخل ایران هم یه اتوبانیه براش که هر کاری بخواد میکنه هر چیزی رو مدرکی رو بخواد ور میداره هر آدمی رو بخواد میکشه و اخیران هم که هنیه رو دیدیم دیگه در امنیتی دنجای تهران کشت که جمهوری اسلامی اصلا هنوز نمیدونه چه, ب... چه اتفاقی افتاده و چه چیزی شده برصورت من فکر کنم این سکوت علامت استیصال و ندانستن این نیست که چه اصلا چه خبر هست داخل حکومت و تا کجا نارضایتی تا بن استخوان نظام جمهوری اسلامی رو گرفته دلیل سکوت ایران پس از حملات اسرائیل به لبنان چیست؟ همزمان به گزارش رسانه های عرب زبان رژیم ایران دیگر اعتمادی به تحقیقات حزب الله درباره حملات اخیر اسرائیل به این گروه ندارد و هیئتی را از تهران جهت تحقیق درباره نفوذ امنیتی اسرائیل در رهبری حزب الله و حملات بیسابقه این کشور به مهمترین متحد جمهوری اسلامی در منطقه به بیروت اعزام کرده است. به گزارش العربیه از دیگر نشانه های بیعتمادی تهران به حزب این است که رژیم ایران کوشیده علی کرکی و تلال همیه را به ترتیب به عنوان فرماندهان گردان جنوب لبنان و عملیات خارجی حزب الله تعیین کند این تصمیم ها به گفته العربیه از اراده تهران برای کنترل و هدایت مستقیم عملیات حزب الله حکایت می بنوشته به العربیه اگر رژیم ایران کنترل مستقیم حزب الله را در دست بگیرد ماهیت درگیری های آینده با اسرائیل تغییر می کند و خطر تشدید تنش ها در منطقه نیز افزایش می روزنامه آمریکای وال جورنال نیز نوشت که حزب الله در موقعیت حساسی قرار گرفته و در نتیجه حملات اسرائیل به شبکه و وسایل ارتباطات این گروه ارتباط میان رهبری و اعضای حزب الله شدیداً مختل شده است دو روز انفجارهای متعدد ولی هماهنگ در لبنان بار دیگر منطقه را یک قدم به جنگی فراگیر نزدیک ساخت. انفجار بیش از پنج هزار پیجر و بیسیم در یک روز و انفجار چند صد دستگاه دیگر در روز بعد جنگ فرسایشی بین حزب الله و اسرائیل را که بعد از ورود نظامیان اسرائیلی به باریکه قضا آغاز شده بود وارد مرحله جدیدی کرده. امروز همه در انتظار واکنش حزب الله هستند که اعلام شده است طی دو روز بیش از 20 درصد از نیروهای خود را از دست داده است. انفجار پیجرها تاکنون کنون دست کم دوازده کشته و بیش از 2800 زخمی که 300 نفر از آنها در وضعیت وخیم به سر میبرند بر جای گذاشته است. شماره کشته شدگان انفجار بیستیم ها نیز از 20 نفر عبور کرده و تعداد زخمی های حمله دوم 450 نفر تخمین زده می شود. اکثر قربانیان این حملات شبه نظامیان حزب الله در مناطق جنوبی لبنان و محلات تحولات هاشیه بیروت چون زاهیه هستند. هزبولا که هنوز در شک به سر میبرد و مشخص نیست چه واکنشی از خود نشان خواهد داد در بیانیه ای صحبت از تغییر قواعد درگیری و فصلی تازه در جنگ با اسرائیل می کند. در انتظار واکنش هزبولا اسرائیل لشکر 98 خود را از غزه به مرز با لبنان منتقل ساخته است. از 7 اکتبر 2023 و حمله تروریستی حماس به خاک اسرائیل تنها لشکر 36 اسرائیل در این منطقه حضور داشته. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که تمرکز ارتش این کشور دیگر در غزه نخواهد بود بلکه بر مرز با لبنان متمرکز خواهد شد. آموس مدیر سابق امان نهاد اطلاعاتی ارتش اسرائیل معتقد است که این انفجارها پیامی روشن برای حزب الله داشته این مقام امنیتی سابق معتقد است که باید این انفجارها اقدام پیشگیرانه برای کاهش تنشا در مرزهای شمالی این کشور به حساب آید زیرا حزب الله در این روزها زیر شوک قرار دارد و نخواهد توانست واکنشی سخت از خود نشان دهد عدم حمله به خاک لبنان همزمان با انفجار پیجرها و بیسیمهای کادرهای حزب الله نظریه ی آموس یالدین را تقویت می کند. اگر اسرائیل در نظر داشت درگیری با حزب الله را گسترش دهد بهترین زمان برای یک حمله زمینی در روزهای گذشته بود عملیات انفجاری گسترده روزهای گذشته از ماها پیش تدارک دیده شده بود و می توانست فرصت مناسبی برای حملات قافل گیر کننده اسرائیل به جنوب لبنان و مناطق تحت نفوذ حزب الله باشد بنابر اطلاعاتی که در این رابطه منتشر شده پیجرها و بیسیمها حدود دو ماه پیش بین اعضای حزب الله پخش شده بودند و اسرائیل در انتظار زمان مناسب برای منفجر کردن آنها بود انفجار پیجرها و بیسیمهای اعضای حزب الله توسط اسرائیل که البته به زخمی شدن شماری از وابستگان و نمایندگان جمهوری اسلامی در لبنان چون مشتبه امانی سفیر ولی حجازی نماینده علی خامنه‌ای نیز انجامید تحقیر مستقیم این گروه شبه نظامی است و عدم پاسخگویی به اصطلاح جبهه مقاومت بان با پیامدهای بسی گسترده تری از عدم واکنش به ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران برای این جبهه خواهد داشت در کشورهای غربی واهم از گسترش درگیری ها در خاورمیانه و به ویژه آغاز جنگی فراگیر بین حزب الله و اسرائیل در حدی است که دیپلمات‌های های ارشد آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا برای یک نشست اضطراری به پاریس سفر کردند. در این نشست که پنجشنبه 19 سپتامبر 2024 در پایتخت فرانسه آغاز شد، چند پرونده دیگر هم در رابطه با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد که مهمترین آنها گسترش همکاری نظامی تسلیحاتی تهران با مسکو است ارسال موشکهای بالستیک فتح 360 به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین در های اروپایی تهدیدی جدی برای امنیت این قاره به حساب میآید و واقعیتی است که کشورهای اروپایی توانند آن را نادیده بگیرند تغییر لحن کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر و اعلام تحریم های جدید حکایت از نگرانی غرب از سیاست های جمهوری اسلامی نه تنها در منطقه بلکه از حضور در کنار روسیه در جنگ اوکراین دارد. همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسکه. پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید.